دولت پاکستان اعلام کرده که مرحله دوم روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی فاقد مدرک اقامت را آغاز می کند. اداره ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان گفته است که تا 15 آوریل روند شناسایی و تفکیک افراد دارای کارت مهاجرتی و پناهجویان افغانستانی تکمیل خواهد شد و تاریخ دقیق آغاز مرحله دوم روند اخراج اجباری بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی را اعلام خواهند کرد. یک منبع از این ایالت به روزنامه دان چاپ پاکستان گفته است که آغاز مرحله دوم اخراج گروهی افغانستانی ها از پاکستان در حال حاضر در دستور کار دولت جدید و منتظر تایید اداره مرکزی فدرال است اخراج مهاجران و پناهجویان افغانستان که بخشی از برنامه دولت موقت گذشته پاکستان بود اکنون به گزارش رسانه های پاکستانی در برنامه کاری صد روزه شهباز شریف نخست وزیر جدید نیز هست اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان به قول بسیاری از کسانی که از این دو کشور برگشتند توهین و تو هم با بازداشت توقیف اموال و دارایی‌های دارای شخصی بوده است چیزی که پناهجویان بازگشته از این کشورها را در تنگنای اقتصادی و تحت فشارهای روانی قرار داده است این در حالی است که سازمان‌های های بین المللی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان دچار فقر هستند در حاکمیت طالبان همچنین بیشتر سازمان‌های امدادرسان فعالیت‌های خود را به خاطر سیاست‌های ضد حقوق بشری و حقوق زنان و دختران متوقف کردند یا به شدت کاهش دادند.